عزیزانی که تو ایران هستین و به زحمت های بیش از حد در ایران به گرفتاری های بیش از حد و مشکلات بیش از حد امیدوارم که شادی آرامش در زندگی های تک تکتون بیاد اینو از قلبم میگم چون این روزا در رابطه با این دریای خزر اینقدر صحبت کردن حتی دلش درد میگیره واقعا هرچی من شمالی هستم دریای مازندران گیلان خزر کاسپین همه رو اینا رو اونجا میشناسم چون واقعا اگه تیکه خاک از ایران بره این استارتی برای تیکه کردن بقیه استانهای دیگه است. مثل جنوب مثل آذربایجان مثل سیستان و بلوچستان به هر نمیخوایم همچی چیزی بشه ولی امیدوارم که شما عزیزان در هر جای دنیا هستین خوش و سلامت باشید با تشکر از یاسر جان عزیز کارگردان ما و با تشکر از شما عزیزانی که بیننده ما هستین بزار برنامه رو با دعای آغاز کنیم تا خداوند هدایت کننده برنامه ما باشه خداوند شکر گذار و سپاس گذارم برای محبتت خداوند برای رحمتت برای فیض خود دوست قدوس امروز برنامه منو در دستای خودت بگی و منو هدایت و حمایت بکنی خداوند به هر چی از زبانم بیرون میاد خداوند تحت حمایت و کنترل تو باشه ای خداوند به نام تو رو جلال بده و هر چی که مردم میشنون بر قلب باشون بشینه خداوند کلام تو و آبیاری کنه ای پدر ای قدوس ای منجی عالم تا حقیقتا مردم از این زندگی گناه آلود و گرفتار بیرون بیانه خداوند شکرت میکنم که تو قدوسی دست تو با ملت ایرانه به ایمان دارم ای خداوند که امسال سال پیروزی ما ملت به لطف و فیض و محبت توست همه اینها رو به نام عیسی مسیح میطلبیم آمین خوب عزیزان امیدواریم که همیشه خوب باشین همیشه شاد باشین همیشه سلامت باشید درسته در ایران گرفتاری زیاده ولی ما توکلمون به خداوند ایمان داریم که خدا دستش با ماست به ایمان داریم که خداوند امسال سال آزادی ماست و خدا همه چی رو عوض میکنه این ایمان دارم چون من این روزا حقیقتا دیگه از ناراحتی کسی نیست ایرانی قلبش در نیاد برای این همه گرفتاری های در ایران ببینه من نمیدونم ما ایرانیا چی گرفتاری شدیم که این رژیم رو آوردیم درست روی اشتباهات ما بوده ولی چرا میسه مردم دنیا نمیتونیم زندگی بکنیم هر روز یک برنامه هر روز یک بدبختی هر روز یک مسئله رنگ شادی رو نمیتونه ملت ایران ببینه چون برای اینکه هر روزه یک مسئله پیش میارن که مردم مشغول بگونن به اونا به حکومتدارایی که حقیقتا ایرانی نیستن به ایران دوست ندارن فقط حکومت خودشونو دوست دارن و حکومت دینی خودشونه هر دینی که در حکومت بیاد اون حکومت حکومت سیکولار و دموکراتیک نمیشه چون برای اینکه با مردم نیست طبق دین خودش باید بره جلو اونم اصلا با این زمانه اصلا نمیخوره شما یک قانون ایزار چهار سال بزن بکش و نمیدونم ببردست و سر بزن گردن بزن نمیدونم اعدام بکن چجوری میتونی با این عصر امروزی که همه این مردم دارن با قانون خوبی دارن زندگی میکنن در کشورهای دیگه با قانونی که حقیقتا با انسانیت و با خدا همه چی بخوره هر روز یک مسئله برای ما ایرانی ها دارن در میارن هر روز ما رو مشغول میکنن به یه چیزی که حکومت خودشون رو داشته باشن و در رأس حکومت بمونن و رأس قدرت خودشون و دزدی رو هر روزه ادامه بدن کارشون شده همین چهل سال کارشون همینه دو تا رئیس جمهور میارن بد و بدتر به ما معرفی میکنن میگه آقا این بد و بدتر و بدش انتخاب بکن یعنی هر روز یک مسئله یه بدبختی چرا باید ملت ایران مثل ملت های دنیا زندگی نکنن چرا مثل اروپا زمان شاه ما بهترین زندگی داشتیم حالا اشتباه کردیم اومدیم یک رژیمی را آوردیم آیا در اشتباه باید بمونیم چهل سال موندیم میخوایم چهل سال دیگه بمونیم چی بشه از این بیتفاوتی باید ملت بیاد بیرون درسته یک رژیمی داریم خونخوار وحشی قاتل بعد اسمشم میذاره که من در راه خدا دارم کار میکنم اسم خدا رو هم نام میکنن کدوم اون خدا اون کدوم خدایی است که اینقدر شکنجهگر و ظالمه خدایی که مثل پدر میمونه برای شما خدایی که به فرزندانش میخواد را و راستی و حیاتش بهش نشون بده خدایی که میخواد فرزندانش بهترین زندگی رو داشته باشن اون کدوم خداست که میاد میگه غلقم بکن, بکن بکش و بزنه قانون قانونهای زمینی چجوری هستن شما میتونین در یک خیابان در یک کشور از این کشور استفاده بکنید، از این خیابان از این قانون همه چی استفاده بکنید در صورتی که تخطی از قانون نکنید بابا در خانه خودتم که باشی اگه پدر خانه مادر خانه اونجا حق فرماست شما تحت یک مسئولیتی و شرایطی میتونید زندگی بکنین نمیتونین هرج جمعه در خانه خودتون زندگی بکنید به اون, خو، اون پدر اون مادری که میخواد فرزندش تربیت بکنه تنبیه میکنه حرف بدم میزنه بهش نه حرفی که فهاشی باشه نه امکان داره قلب بچه هم درد بیاد ولی برای چی این کار میکنه اون پدر برای اینکه بچهش بسازه بچهش در این اجتماع بسازه موفق, موفق بشه در اجتماع زندگی خوبی داشته باشه اخلاق و رفتار و کردارش در جامعه خوب باشه نه بزنه تو سرکله مردم هر مرج زندگی بکنه این قانون این کتابی که ما به شما معرفی میکنیم کتاب انجیل شما بخونین ببینین بغیر از این چیزی که من دارم میگم هست ببین خدا رای دیگری به نشون میده مثل یک پدر موازی به که آقا تو زندگی شاد خوب با سلامتی و آرامش داشته باشی چرا اینقدر به جون هم دیگر بیفتیم؟ برای چی؟ تا کی میخوایم به جون هم دیگر بیفتیم؟ ما که ایرانی همچین آدمایی نبودیم؟ یعنی میگیم موقعیتش نداشتیم؟ الان موقعیت پیدا کردیم که همچی آدمایی باشیم؟ نه نبودیم حقیقتا نبودیم ما مردمان میمان دوست ما مردمانی بودیم که تمام همسایی ها ما رو اعترام میذاشتم ما اترام متقابل میذاشتیم به اونا این دنیا خانه ما در این دنیا نیست حقیقتا ما این زمین خانه اصلی ما نیست من ایمان دارم که خانه اصلی ما در آسمانه ولی ما از این دنیا عبور میکنیم ولی عبور کردن ما این نیست که هر مرج باشه هر چی دلمون خاص بکنیم به هر که نارو بزنیم به هر که نمیدونم ظلم بکنیم آدم کشی بکنیم دزدی بکنیم آرامش سلب بکنیم از مردم نه ما در این دنیا باید یاد بگیریم که با هم دوست باشیم با هم برادر و خواهر و رفیق باشیم با هم زندگی بکنیم در یک اجتماعی که زمین باشه دیگه مثل سابق نیست شما اگه یه خبری در اون سر کره زمین باشه کسی نمیفهمید الان یک دونه تلفن هر کس هم اونجا هست یه دگمه میزنه اونجا خبرها رو میده به این طرف این طرف میده به اون طرف همون لحظه خبرها به همه میرسه منی که حکومت داره ایرانم حکومتم الان قدرتم در دست منه این همه پول دزدی کردم کجا باید ببرم این پولا رو چه کار باید بکنم این پولا چی درد من دوا میکنه آخه چقدر پول تا یک حدودی خوبه که زندگی من با آسانی پیش بره جلو بره نه من بتونم هر دقیقه بزنم تو سر یک دیگر که بقاطی یک دوزا پول بیشتری ببرم امروز فقط بحث باز یک هفته در روز مال دریای خزره فردا میشه خلیج فارس که الان خلیج فارس هم تازه دادم به چینیا بدبخت های جنوبی ها که الان اونجا شیلات داشتن از دو تا نون میخوردن اونا هم نمیتونن نون بخورن این حکومت همه چی رو داره از مردم ایران میگیره ای ملتی که حکومتی سر که همه چی رو از تو میخواد بگیره امروز تو فکر میکنی یه مقدار پول داری وزت خوبه برای شیش ماه آزوغه توی خونه داری ولی اون بدبختی که گرسنه است فردا اگه ببینه تو آزوغه داری تو بیخیالی میاد به آرامش تو هم از بین میره عزیز تو فکر نکن آرامش تو هم میمونه اینجوری فردا آرامش تو هم از بین میره اون که گرسنه باشه با دو تا بچه سه تا بچه ببینه بچه هاش گرسنه دیگه رم به صغیر و کبیر که نمی کنه. میاد به خونه تو هم حمله میکنه پس بیاین با هم اتحاد بخرج بدیم با هم یک دست بشین با هم تفاهم داشته باشین تا بتونین این رژیم سرنگون کنین یک حکومتی سر کار بیاد من ایمان دارم که رهبران با ترین توی ایران هستن هنوزم این همه مغزا فرار کردن باز هستن خیلی ها توی ایران هستن که خیلی با من توی فیسبوک دیدم که یه بچه ای که دانشوی ششم پزشکی بوده داشت اونجا گل میفروخت میگه ازش خبرنگار میبوسه چرا گل داری میفروشی میگه چیکار کنم من یه سال دیگه دو سال دیگه تمومم بکنم کار ندارم اینجا با من کارم نمیدن اینجا لاغر روزی صد هزار در میارم لاغر بتونم پول من زندگی منو بچرخونم چه روزی رسیده که یک دانشجوی پزشکی یه دانشجویی که یک سال دو سال دیگه باقیه تموم بکنه این همه لیسانسی و دکترا و فوق لیسانس همه بیکارن آقا این چه حکومتیه چی کار کردن برای شما بعد از این چهل سال یک دونه خوبی رو شما بگین ما بگیم آقا ما داریم هرچی میگیم دروغ داریم میگیم چی کار کردن اینا برای شما به جز که دزدی کردن پول مردم بردن مردم روز به روز از کار بیکار کردن روز به روز مردم گشنه و تشنه و بی آبرو کردن مسئله دریای خزر ببین روسیه شما برین تاریخ بخونین بخونین روسیه نسبت به ایران تا حالا ببین چقدر به ما خیانت کرده این روسیه تمام تاریخ نوشته هیچ وقت روسیه برای ما یک درصد کار به نفع ایران نکرده هر وقت به روسیه چسبیدیم پدری از ما در آورده چی در ادنامه گلستان چی در ترکمنچای چی الان خزر داره میبره بابا این خزرم بالاخره یه چیزی چهار تا بودیم به قول همگی میگه ما 50 درصد مال ما بود مشا بود خیلی خوب الان شدیم 5 تا الان میخوایم نه سیق بسوزه نه کباب یه بیزنس یه هر از این دریا در آوردیم آقا مایگیری هر که طرف خودش مایگیری بکنه مایی فراون هست در دریای خزر هر که در ده مایلی خودش پونزه مایلی خودش سایلی خودش بره مایگیری بکنه ولی نفتی گازی که تو هست دیگه دیگه اون نفت و گاز مایی نیست که دو تا سه تا شرکت های بزرگ آمریکایی اروپایی هرچی میگیرن این پنج تا کشور میگن آقا ما به شما این پروژه رو میدیم شما اینجا بربرداری بکنی هر چی در اومد ما پنج تا شریک میکنیم اینجا رو از پولش استفاده میکنیم دیگه به سایل هم دیگه کار نداریم که به مایگیری هم دیگه کار نداریم که یا کشتیرانی بشه چه کشتیرانی رانی بشه اونجا مگه خلیج نمیدونم خلیج فارس یا خلیج نمیدونم عدن یا نمیدونم دریای سیاز مگه یه دریاچه است باید با هم تعهد بدن که این دریاچه رو خشک نکنن آذربایجان برای خودش بیاد جزیره جزیره درست بکنه خوش بکنه اونجا ترکمنستان بیاد برای خودش جزیره جزیره بکنه خشک بکنه باید به با هم تعهد بدن که آقا این دریا باعثی بمونه همینجوری کسی نمیتونه توش جزیره بزننده این دیگه یه بیزنس میمونه کاری نداره که ملت باید کنار نیاد حقیقتا باید ملت تا میتونی اعتراض بکنه درسته خیلی ها میگن آقا ملت اگه اعتراض بکنه هیچی نمیشه اتفاقا میشه وقتی هشتاد میلیون آدم اعتراض بکنه میشه هیچ کس نمیتونه هیچ رئیس حکومتی نمیتونه هر کاری دلش بخواد در ایران بکنه مگه اینجا آمریکا اینجوری نیست مگه رئیس جمهور هر دلش بخواد میتونه بکنه مگه آمریکا اون موقع با مکزیک جنگ کرده تمام این سوایل چند تا و وقتی مکزیک شکست خورد تازه باش کنار اومد باز ازش خرید روی جنگ بوده ما که جنگی نداریم با کسی که ما که جنگ نکردیم اینجا بگیم آوا بیا آقا مال تو ما چی نمیخوایم بیا مال تو ما نزنی بیرون نکنی یانچ یاسر جان ما اگه آماده است بریم یه سرودی بشنویم برگردیم شما بینم در کنار خود به وقت ترس و تنهایی همان منجی و خالق را همان عشق مسیحایی محبت کرد بر جانم شفا بخشید و درمانم داد هر روزه به این روح پریشانم خداوندی که جای من تمام درد بر او به زخمایش شفا بخشید ببخشود دو گناهانم چنانش خیبی پایان از آن زخما جایی شد که گشته تکیه گاه من به وقت ترس و عصیانم چه جایی بهتر از آقایی همیشه پرگرما و مهره توست در آن آغوش نگاه توست که میبینه تن و جانه هم نترسم گرچه توفان ها به قرن بر علیه من چه سلطان محبت هست سکان داره سکانه خدا بندی که جای من تمام دار سر به زخمایش شفا بخشید ببخش و دو گناهانم چنانش عشقی بی از آن زخما جاری شد که گشته تکیه گاه من به وقت ترس و اسیانم هاله هاله خداوندی که جای من تمام درد بر او رفت به زخمایش شفا بخشید ببخشودو دو گناهانم چنانش خیبی پایان از آن زخما جاری شد که گشته تکیه گاه من به وقت ترس و با درود دوباره به ملت عزیز ایران خب داشتیم میگفتیم که حقیقتا ما مسافر بیش نیستیم در این دنیا با اینکه میدونیم مسافریم این و باید عبور بکنیم اینی که مثلا من الان میرم مسافرت از اینجا مثلا میرم سان فرانسیسکو خب مسافرم دیگه دارم عبور میکنم از این جاده در این جاده هم سعی میکنم که هم با مردم خوب رفتار بکنم هم برای من خوش بگذره هم زندگی رو آ... با آرامش به سر ببرم به پیش ببرم دنیا هم اینه همینه ما مسافریم در این دنیا هیچکس کس در اینجا زندگی نکرده همه مسافرن یک سالای زندگی میکنن میرن یکی کمتر یکی بیشتر ولی همه ما مسافریم باید بریم چه خوبه که عبور داریم میکنیم حداقل ترین عبور نه مزایمتی برای کسی فرام بیاریم نه کاری بکنیم که مردم به ما حمله بکنن نه کاری بکنیم که آرامش ما را از بین ببره امروز میخوام از ابرانیان از کتاب مقدس ابرانیان فصل دوازده براتون بگم که دعوت به صبر و پایداریه میگه که من از آیه هفت براتون میخونم میگه کدام پسر است که پدرش او را تنبیه نکند حقیقتا کدام خانواده است شما پدرین مادرین کدام پدر مادری هست که بچه شو تنبیه نکنه برای چی؟ برای اینکه در واقع بتونه زندگیشو بهش نشون بده که بهتر زندگی بتونه بکنه یاد میده بهش که با زندگی چجوری کنار بیاد چجوری رفتار بکنه چجوری کردار بکنه که راحتر خودش راحتر زندگی بکنه تنبیه پدر مادر بخاطر اینکه بچهش سالمتر چون دوستش داره میگه در واقع خدا همون رفتاری را با شما میکند که هر پدر میربان با فرزندش میکند پس اگه خداوند یک لحظه ما رو تنبیه هم کرد یک کاری هم برای ما انجام نداد بدون که این تنبیه به نفع منه چون من دوست داره میخواد که در زندگی مثل تروریست نشم مثل نمیدونم کردارم یه جور نباشه که مردمو رو زج بده رفتارم یه جور نباشه که مردم از من بیزار باشن بدونن که من دست پر برده ای که هستم بگه عجب پدری داشتین پس بگذارید خدا شما را تعدیب نماید بعضی موقع ما احتیاج داریم وقتی رای عوضی داریم میریم رای که به ما نشون میدن این راه خوبه ما این راه رو را داریم عوضی میریم خداوند ما رو تعدیم میکنه تنبیه میکنه میگه بابا این راهی که تو میری فرزندم میفتی توی چا توی چاله آرامش تو از بین میره زندگی نابود میشه هرچی بهت میگم گوش نمیکنی مجبورم یه تنبیه کوچک بهت بکنم که تو بدونی که این راه رو را داری اشتباه میری این کار رو داری اشتباه میکنی اما اگر خدا هرگز شما را تعدیب و تنبیه تمب... نکند معلوم می شود که اصلا فرزند اون نیستین می میسی میدونی چی میمونه یه پدری میاد مثلا مادر طلاق گرفته یه پدری میاد اون مادره رو میگیره فرزند این که نیست چون فرزند این نیست میگه ولش کن تعدیبش هم نمیکنه تنبیش هم میگه ولش کن هر کاری میخواد بکنه بکنه چون برای اینکه کر نمیکنه به خاطر که میدونه فرزند خودش نیست اگه فرزند خودش بود اینجوری نمیکرد نمیگفت ولش کو میزه هر کاری میخواد بکنه بکنه و به خانواده او تعلق نداره زیرا هر پدری فرزندش را تنبیه میکند وقتی بچه ای من داره عملی انجام میده که بر خلاف اخلاقیات برخلاف انسانیت من مجبورم تنبیش بکنم چون یک بار دو بار ده بار تذکر میدم وقتی نمیشه باید تنبیه بشه که از این حرکاتش دست برداره از اون رفتارش دست برداره بدون با مردم اجتماع چجوری باید زندگی بکنه ما در این دنیا به پدرانمان که ما را تنبیه میکنند اعترام میگذاریم پس چقدر بیشتر باید به تعدیب پدر روحانیمان ما خدا تندرده ایم تا حیات واقعی را بیابیم الان چی گفتم من ما مسافریم در این دنیا ما خانه ما در آسمانه از این زمین عبور میکنیم چقدر خوبه که وقتی رایی که ما داریم میریم رای درست بکنیم که پشت سری ما بعد از ما که دارن میان رای درست بگن که واقعا خدا این رحمت بکنه بیامورزه. عجب آدم خوبی بود که رای خوبی برای ما گذاشت بیزنس خوبی برای ما گذاشت زحمت خوبی کشید زحمت کشید خونه خوبی درست کرد اگه مقامات بود سیتی شو شهرشو درست کرد همه جاشو برای رفای مردم درست کرد اگر رئیس جمهور بود برای رفای ملت داره کار انجام میده اینا ابتدایی اینا تمام رأس این رس حکومت هستن ابتدایی ترین چیز بلد نیستن فقط بلدن غلدوری و مقام پرستی و دزدی و پول پرستی باز زین عقب شون از کمر به پایین کار میکنه در فکر هیچی نیستم پول زر با سکس پدران ما به صلاحیت خود در دوران کوتاه کودکی ما ما را تعدیب میکردند. اما تعدیب خدا برای خیلی صلاح ماست ما بچه بودیم وقتی یک کارهای زشتی میکردیم دست ما رو میخواستیم بیندازیم توی برخ تنبیه میشودیم که دفعه دیگه چرا تنبیه میشودم؟ چون اگه این توی دستم توی پریز برق بره خب من میمیرم دیگه می من میکشه پدرم من تنبیه میکرد که دیگه این کار نکنم میگه برای تعدیم ما خدا برای خیر سلاه ماست تا مانند و او پاک و مقدس کردیم مثل خدا پاک گردیم وقتی چند بار اینو گفتم وقتی من در خواب دیدم که مردم رفتم اون دنیا خداوند در تخت پر از نور جلالش نشسته بود وقتی جلو مقابل این خدای قدوس من ایستادم حرفی برای گفتن نداشتم هیچ حرفی برای گفتن نداشتم وقتی گناه های من انداخت روی میز دیدم پنجا میت صد میت گناه من در به این پرونده ای به این بزرگی رولا انداخت فقط یک لحظه جلو این خدای مقدس گفتم ای خدا بس من به بهشت تو راه ندارم با این گناه کردم خون عیسی مسیح رو بلند کرد ریخت روی گناهان ما گفت به خون عیسی مسیح تو بخشیده شدی ای این فیض عزیزان امروز این فیض عیسی مسیح که ما هر چی گناه کردیم در این دنیا وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم از فیض و رحمت او برمند میشیم از گناهان پاک میشیم در صورتی که با این خدا با این منجی را بریم بشناسیم وقتی تا من خدای واقعی رو نشناسم زندگی من درست نمیشه من باید این خدای پاک و مقدس و پر از رحمت و فیض و بشناسم تا رایی که دارم میرم رای خودم و با این خدا هماهنگ بکنم نه هر چی دلم میخواد هر سازی که دلم میخواد بزنم نمیشه چون خدا با گناه با غیر غیرتقد... تقدس کاری نداره اینی که پدری پسرش میگه بابا دزدی نکن تو الان دزدی میکنی من نمیتونم با تو باشم میگه ای پدر من دارم دوزی میکنم پول دارم میارم دیگه تو هم با پدر میگه من نمیتونم مال دزدی تو رو بخورم مالی که تو داری دزدی میکنی حرکتی که تو میکنی من نمیتونم با تو را بیام با تو زندگی بکنم خودش جدا میکنه خدام همینه وقتی من دوزی میکنم زنا میکنم خودش جدا میکنه از من وقتی میبینه من حرف حالیم نمیشه خودش جدا میکنه وقتی از زیر چتر خدا که بیرون بیام شیطان آماده حمله کردنه از این با... بعد دیگه میفتم تو دست شیطان عروس کوکی اون میشم چون عزیزان من خدا خدای قدوسه خدا خدای مقدسی است که با گناه ما ما همه ما رو دوست داره خدا چون اگه دوست نداشت که عیسی مسیر نمیفرستاد تا قربانی گناه من تو بشه و خونش بریزه شکنجه بشه خدا چون ما رو دوست دوست داشت عیسی مسیر رو فرستاد که قربانی بشه که گناهای ما پاک بشه دیگه از این به بعد دیگه به یک طرف وای نستم نماز بکنم به یک طرف وای نستم دعا بکنم نرم دخیل ببندم به یک چوبی که حاجت بگیرم نه در هر جایی که هستم در این زندگی میکنم در هر جای این زمین زندگی میکنم میتونم با خدا صحبت بکنم با خدا دعا بکنم به خداوند دعای من بشنوه نه ساعت مشخصی داره نه وقت مشخصی داره نه طرف مشخصی داره پری رو زمین میگم مکه دیدم که تمام باد و طوفان اومده بود تمام پارچه زده بود بالا یعنی لخ کرده بود ولی ببین ما انسان اصلا کلن ما اینیم خلافکاری رو خوب بلدیم ولی رای درست نمیدیم همیشه میگویم از رای منعرف از رای خلاف بریم کار ما رو انجام بدیم همه ای ما همینجوری هستیم ها فکر نکن کسی استثناس مستثناس اصلا این چیزا نیست همه ای ما اینجوری فکرهای ما خوبه ولی فکرها رو در رای درست انجام نمیدیم همه در رای خلاف داریم انجام میدیم چقدر خوبه که الان ما بتونیم دست به دست هم بذاریم ما بتونیم که اتحاد داشته باشیم و با هم کشور ما رو بسازیم میگه تنبیه شدن تنبیه شدن خوشایند نیست وقتی آدم تنبیه میشه واقعا خوشایند نیست آدم ناراحت میشه ولی اگه تنبیه نشه دوباره اون کار انجام میده دوباره اون کار اشتباه رو انجام میده چطور شد ما یه دوای اشتباه کردیم انقلاب کردیم شار بیرون کردیم تمام نعمتی که خدا به ما داده بود کفران نعمت کردیم همه رو پس دادیم اشتباه کردیم الان هم داریم تنبیه میشیم ولی خدا میگه میتونی برگردی میتونی دوباره بسازی خودتو اگه الان اعلام بکنی که من اشتباه کردم من گناه کردم ببخشید حالا که دارین شعار میدین ببخشید ما اشتباه کردیم خب وقتی این میگین باعثی الان هم با هم اتحاد داشته باشین تا بتونین این کشور رو بسازین بنابراین دست های خسته خود را بکار گیرید بر پایه های سست و لرزان خود موکم بیستید و برای پایهای خود رای راست و هموار بسازید نه این رای که داریم میری میگن یه مثال داریم این که تو, این راهی که تو میروی به ترکستان است یعنی رای عوضی داریم میریم نه ما باید رای بسازیم که آیندگانیم که میان بگن عجب کاری اینا کردن اشتباه بزرگی کردیم انقلاب کردیم الان بایسی خودمون از این اشتباه بیایم بیرون خودمون از این گرفتاری ها نجات بدیم تا واقعا اون را رو بسازیم که مثل کشورهای دنیای دیگه مثل امریکا مثل اروپا مثل کشورهای دیگه که زندگی خوبی دارن ولی تمام این کشورها دیدی تا این اسلامی های تروریست اومدن توشون اونایی که همهشون نه اونایی که تروریستن اومدن توی اینا همه رو به هم زدن معادلات اصلا به هم زدن همه رو ولی باز وقت بخ... بدبخت باز چیکار میکنن باز خودشون نگه میدارن باز با اون فکری که دارن با اون آزادمنشی که دارن همه ای ما رو قبول میکنن میارن ما رو تیکر میکنن ما رو کار به ما میدن عین کشور خودشون عینی فرزند خودشون ما رو تحویل میگیرن تا آنانی که به دنبال شما میاین حتی اگر ناتوان و لنگ باشن نیفتن و صدمه نبینن بلکه قوت خود را باز یابند. ما باعثی برای آیندگان رای باز بکنیم که قوت اونا بشیم امروز دعا میکنم به نام پرجلال عیسای مسیح هر ایرانی دست دست به دستشو دراز بکنه به سوی این خدا به نام عیسای مسیح دعا بکنین که بتونین کشورتون آزاد بکنین دعا بکنین که خداوند هر چیز زودتر این ظلم و ستم از شما ببره دعا بکنین که آرامش خدای زنده و حقیقی بیاد نه بوت ها نه بوت پرستی ها نه چوب پرستی امروز تو احتیاج داری به نام عیسی مسیح دعا بکنی امروز انجیل خداوند بخون تا زندگیت عوض بشه تا حقیقتا اون انسانی بشه که خدای پدر میخواد اون انسانی باشه که پدر زمینی ازت میخواد نه انسان خلافکار نه انسان آدم نه انسان دروغگو، نه انسان زناکار بلکه انسانی باشه که مثل انسانایی که زندگیشون با آرامش میره جلو کاراتو به خوبی انجام میدی رفتارت با مردم خوبه با همسایگانت خوبه تمام همسایگان دشمن ما امروز تمام هواپیمایی هم دارن میان بیرون یعنی ما واقعا مسافرت با ترکش اللاین بکنیم با امارات تمام کمپانیا دارن میان بیرون بس به ما اعتماد ندارن چرا تحریم میشیم؟ چون برای که کار ما درست نیست وقتی کار درست نمیکنیم، کنیم رای درست نمیدیم تحریم میشیم داغوم میشیم دعا میکنم امروز به نام عیسی مسیح که ایران به هر چیز زودتر رنگ آرامش ببینه به دست خداوند پرفیز ایران ما رو نجات بده و امروز روزی باشه که ما ایرانیا با آرامش خدا زندگی بکنیم امروز ای هموطن بگوی ای عیسی مسیح میدونم که خون تو برای من ریختی میدونم که شکنجه و زجر کشیدی که من آزادی به دست بیارم تا رای حقیقی رو پیدا بکنم امروز عیسی مسیح به قلب من میاد تو رو دعوت میکنم به زندگی من تا زندگی من تبدیل بکنی تا انسانی بسازی که حقیقتا تمام دنیا به من بگن که واقعا عجب مرد و زنی هستم هستیم که زندگی خوب به خدا پسندانه به مردم پسندانه داریم شما رو به خدای پرفیز پر از رحمت میسپرم و براتون آرزوی سلامتی و آرامش میکنم و آرزو میکنم که هر چی زودتر ایران ما آزاد بشه از دست ظلم و ستم شما رو به دستای خدای پرفیض و پر از رحمت میسپرم تا هفته دیگه بدرود تا درودی دیگر